بنیاد باید برای صدها خانواده ای که در نتیجه جاری شدن سیلاب ها در ولایت ننگرهار خساره برداشتن مواد غذایی و ادویه لازم کمک کرد. ساکنان محل از این کمک های ابراز خوشنودی کرده، از این بنیاد خواست تا روند کمک ها به خساره مندان را ادامه دهد. در عین حال محمد اسماعیل معاون بنیاد باید وعده سپرد که برای سیلاب زدگان در این ولایت بیشتر کمک خواهند کرد. بنیاد بیاد برای صدها خانواده خسارمند ناشی از سیلاب های اخیر در ولایت ننگرهار مواد غذایی و ادویه کمک کرد. این خانواده ها پس از متضرر شدن بر اثر سیلاب ها در منطقه فامیلی های مولوی خالص در دشت و بیابان شب و روزشان را سپری می کنند. کمک های بنیاد بیاد برای این خانواده ها شامل آرد، روغن، برنج و چند قلم مواد غذایی دیگر می شود. در عین حال یک تیم صحی این بنیاد صدها متضرر ناشی از سیلاب ها را مورد معالجه قرار داد و برای بیماران دواهای لازم را کمک کرد. محمد اسماعیل معاون بنیاد بیاد که در این برنامه امداد رسانی حضور داشت گفت: در اواخر سیلاب های مدش در تمام ولایت کشور سرازیر گردیدن، بنیاد بیات و هم یک تعداد افغان ها برادران افغانی مقیم امریکا، کانادا و اروپا یک مقدار پول ارسال کرده بودند که ما امروز آمدیم به ولایت ننگرهار شهر جلال آباد. یک مقدار مواد خوراکت از قبیل آرد، روغن و برنج می باشد ای را آوردیم که به اشخاصی که به اثر سیلاب های اخیر در ولایت ننگرهار آسیب دیده ای را برشان توزیع کنیم و همچنان تیم سی بنیاد بیات یک مقدار ادویه و دوای لازم آورده که برای اینا هم تجویز میکنه. در عین حال شماره از باشندگان محل از این کمک ها از سوی بنیاد بیات اظهار خرسندی کردند. کمک چه چکره دیدین دیر من زیاد خوشحال استو دیر خکومک او که دوائین نیولی تر اولو ریجو تر غلوی پولی. گفتنیست پیش از این نیز بنیاد بیات یک مقدار مواد خوراکه و ادویه را برای برخی از خانواده ها که در نتیجه جاری شدن سیلاب های اخیر در کابل و چند ولایت دیگر خساره برداشته بودند مساعدت کرده است.